با عرض سلام خدمت دوستان عزیز امروز دستور پخت شیرینی نان گردویی با آرد رو براتون دارم خب دوستان بریم کارمون رو شروع بکنیم اینجا من حدود 225 گرم یا 220 گرم روغن جامد دارم که تو این ظرف میریزم و با همزن کاملا اونو به هم میزنم تا کاملا بافتای روغن از هم جدا بشه و حالت نرم و لطیف پیدا بکنه حالا حدود سه قاشق پودر قند داریم که به این روغن اضافه میکنیم و بازم خوب به هم میزنیم تا کاملا قاطی بشه و یه قاشق چای خوری هم زنجبیل بهش اضافه کردم و دوباره به هم میزنیم باید زنجبیل کاملا نرم و علک شده باشه خب در اینجا آردمون رو کم کم به این ظرف اضافه میکنیم. من حدود 450 گرم آرد سفید مخصوص شیرینی رو دارم اه که اه به ظرف اضافه میکنم و تلاش میکنم که این خمیر رو خوب ماساژ بدم. خب دوستان تا جایی که میتونید این خمیر رو خوب به هم بزنید کاملا باید نرم و لطیف بشه و حالت چسبندگی پیدا کنه در اینجا حدود 125 گرم هم من گردوی خورد شده که به اندازه حدودا یه نخود باید باشه خورد کردم و به این خمیر اضافه کردم و خمیرم رو کاملا آماده کردم و داخل این نایلون میذارم میذارم یه جای خنک بمونه به مدت 5 ساعت و بعد اونو میارم استفاده میکنم حالا بعد از اینکه خمیرمون استراحت کرد اونو میاریم روی این تخته میذاریم و یه مقدار دیگه اونو ورز میدیم تا کاملا خمیر حالت چسبندگی داشته باشه و وقتی که گلوله میکنی از هم جدا نشه بزرگی و کوچکی این گلوله ها بستگی به خودتون داره من سعی میکنم این حدودا 20 گرم باشه و تقریبا همشکل و همسان در بیاد من در اینجا از کاغذ روغنی برای سینیم استفاده کردم شما اگه کاغذ روغنی احیانا نداشتید میتونید کف سینی را با دستتون چرب بکنید و بعد یه قاشق آرد به داخل سینی اضافه کنید و سینی را بچرخونید تا کاملا آرد در سطح سینی پخش بشه و اضافی های آرد رو بیرون بریزید و بعد شیرنیاتون رو تو سینی بچینید پنج دقیقه قبل من فر روشن کردم دما رو رو 180 درجه گذاشتم مدت پخت این شیرینی حدودا 15 تا 17 دقیقه می باشه شما میتونید 8 دقیقه اول که گذشت قسمت حرارت پایین و فر رو خاموش بکنید و فقط حرارت بالای فر بمونه که یه مقدار رنگ روی شیرینی رو تغییر بده خب همینطور که می بینید سینی ما تقریبا آماده است که بره تو فر خب شیرینی نون ما آماده شد میزنیم کمی خونک بشه و بعد اونو توی پودر قند میقلتانیم و بعد یه مقدارم پودر قند روشون علک میکنیم تا کاملا به پودر قند آغشته بشن دوستان توصیه میکنم شما هم این نانگردویی بسیار خوشمزه رو خودتون در خونه درست بکنید و ازش لذت ببرید من یه مقدار با گل روز خشک این شیرنیا رو تزئین کردم از همه شما دوستان که ویدوهای من رو دنبال میکنید متشکرم لطفا لایک و سابسکرایب هم یادتون نره که این باعث میشه که من هرچه بهتر و بیشتر دستور پخت غذاهای متنوع و شینیهای مختلف رو در اختیار شما بذاره سپاسگزارم از اینکه با من بودید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار